دیدار دو تیم ملی گینه استوایی و غنا در چارچوب مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا در حالی که تا دقیقه 82 با برتری 3 بر 0 تیم ملی غنا همراه بود به علت درگیری و آشوب میان هواداران دو تیم متوقف شد در این دیدار هواداران تیم میزبان یعنی گینه استوایی در حالی که 3 دقیقه تا پایان بازی باقی مانده بود با پرتاب سنگ و بطری و شیشه بازی را متوقف کردند یکی از خبرنگاران میگوید این منزجرکننده است تنها یک بازی فوتبال از که یا برنده ایم و یا بازنده در صورت باختن آیا باید شروع به پرتاب سنگ و بطری به داخل زمین کرد این واقعا غیر قابل پذیرش است مسئولان باید در این زمینه تصمیم گیری کنند و تنبیهی برای آنها در نظر بگیرند پلیس ضد شورش برای متفرق کردن هوادارانی که شورش را آغاز کردند اقدام به پرتاب گاز اشکاور کرد همچنین پلیس با حضور در زمینی که به میدان جنگ تبدیل شده بود بازیکنان را تحت محافظت خود از زمین خارج کرد کاپیتان تیم گینه استوایی بابت این اقدام هواداران تیمش عذرخواهی کرده است یکی از هواداران تیم غنا نیز میگوید خیلی بد است را من هر دو تیم را میشناسم ما با هم دوستیم و این تنها فوتبال است این بازی است که با شادی و لذت انجامش می دهیم و در پایان یا میبریم یا می روز یک شنبه در مرحله نهایی رقابت های جام ملت های آفریقا دو تیم غنا و ساحل آج با یکدیگر رقابت می